بخش کامیونیکیشن بود. ما به صفحه 100 رفتیم و همچنین 106 تصاویری شما داشتین که نام هایی که مثلا A داشت B نداشت و مثلا نام هایی که B داشت A نداشت که شما باید از بوت پرسیدن یه سری سوالات مثلا چهارتار تکمیل میکردن. اما در این قسمت در پارت C How do you say these numbers؟ ای اعداد رو چطور بیان میکنید؟ ای اعداد رو چطور میگن؟ Okay, we have 13, 30, 76, 100, 150, 357, 600, 1,000, 1,500, 2,000, 10,000, 1,500. Now, listen and write the numbers. به یه قسمت وقت دی گوش میکنین و اعداد رو می نویسن. For example, from number 1 up to number 5. Gate number what؟ مثلا با توجه به listening تکمیل میکنیم قسمت gate دروازه میشه، دروازه شما چند یا مثلا miles چند مایل مثلا فاصله یا نمبر مثلا تلفن عددی که گفته میشه، population نفوس یا قیمت یک شی رو به شما میگن. کل این موضوعات ما از اعداد استفاده میکنیم. به شک ممکن عدد شما یک رقمه، دو رقمه و یا بیشتر از او باشه. با توجه به لسنینگ گوش میکنین، هر عددی که میشنوین در جای خالی ها مینویسن. Okay, part 3 what we have, that is pronunciation, تلفظ. Vowel sounds, حروف vowel. The alphabet, بخش حروف الف با. Look at the sound pictures, به تصاویر صداها میگه نگاه بکنین. What are the words and vowel sounds؟ کلمات و حروف صدادار چی هستن؟ Listen and check، گوش بکنین و چک بکنین. در قسمت از شماره اول تا شماره هفتم حروف صدادار رو برای شما داده، مثل A train یا مثلا میگیم که E tree یا مثلا A A U U and A. از روی لسنینگ گوش میکنن با همی صداها کلمات رو میگن، مثلا ترین. بعد شما همون لغات رو که میشنویم در جای خالی ها نوشته میکنن متناسب با صدایی که در این قسمت مثلا ما داریم. به پارت یک رفتر شما با توجه به لسنینگ از آدیو ترک 5 از یونیت اول گوش میکنین و جای خالی ها به همین بال پر میکنن. Part B, page 166, sound bank. Look at the typical spelling of these sounds. به اینجا گفته به صفحه 166 برین در بخش sound bank و نگاه بکنین به مثلا املاء معمولی انمی حروف صدادار. Okay, so let's go to page 166. And we have sound bank. بانك صدا هاست، کل حروف ها و اشکال واول ها در این قسمت شما مشاهده کردن می توانید و قوانین ها و مقرراتی رو که در هر بخش از این ها به این منوال می بینید. بخش کانسوننت ها میشه، هر حرف معادل به چی هست و چطور اصطلاح تلفظ میشه. کل موضوعاتیه که طی دو صفحه با جزئیات کامل برای شما ذکر کرده. کسانی که در بخش فونتیک دوست دارن بیشتر کار بکنن میتونن که اصطلاحی بخش موضوعات بیشتری رو مشاهده بکنن و مثالهای بیشتر با صداها و چگونگی تلفظ این حروف کار بکنن. We have usual spelling and but also ما یک صدایی داره یا یک اسپلینگ داره که معمولا به طور معمول اینا استفاده میشه
مثلا یه شکل ما میگیم ای مثل فیش، تین، سلیم، ستوری، کیس، ایف، سینس و ساینس. سو بات آلسو انگلیش، وومن، بیزی، دیساید، ریپیت، جیم. به ای اشکال هم همی صدا ایجاد میکنه یا با صدای ازی کار میکنن. پس بناهن ما یک یوزوال اسپلینگ داریم و یک انیوزوال، که یه شکل اگر به شما گفتن صدا از ای چی هست میگن صدای ای هست. به همین منوال سایر حروف کل حروف واول میبینیم که هر کدوم از اونا همراه با مثال های اینا واضح ساخته شده و در این قسمت چیزی که برای شما مشخص کرده اونهایی که رنگ از اونا به اصطلاح چوکات از اونا به رنگ سرخ هست ماننده ای میبینیم به رنگ خط قرمز در از چوکات کشیده شده start short vowels هست، یعنی واول هایی که صدای کمی دارند short هستند. و long vowels داریم ما که چارت زرد رنگ هست چنانچه در قسمت ببینین. و آخری هم چارت رای آبی رنگ به اصطلاح به نام دیفتانگ ها هستند. این موضوعاتیه که از این مبحث باید مد نظر قرار بدیم و رو از اونو بیشتر کار بکنین تا بتونین که در بخش روخونی و ریدینگ خوب به اصطلاح از فلوئنسی بهتری برخوردار بشه. Okay, now in part C what we have, that is add these letters to the articles, to the circles. این حروف ها رو میگه به داخل دایره ها شما اد بکنین یا اضافه بکنین. Listen, here you have about 4 circles, 5 and 6, okay, and 7. هفت تا دایره در قسمت برای شما داده شده و در هر کدوم از اونها در مرکز از اونها یک سمبول از حروف واول شما میبینین که اینها هر کدوم به نحو خاص و یا جداگانه ای تلفظ میشه در زبان انگلیسی. حالا از حروفایی که داده شده هر حرف رو شما باستی تشخیص بدین که صدای کدام یک از این حروف رو ایجاد میکنه. اوکی؟ فور اگزمپل، برای مثال در بارت مثلا ای، ای، کی و به این منوال دو تا جا خالی گذاشته که شما اونها رو هم در این قسمت مثلا قرار میدین با توجهی که هر کدام از این حروف کدام یک از این صداها بیان میکنه. تمرین کافی در صفحه 166 داشته باشین میتونین پارت رو راحتی حروف ها رو بشناسین و علائم و اشکال از اینو باید مداهم به ذهن شما باشه. Listen and check, practice. گوش بکنین و چک بکنین بعد از اون تمرین بکنین. Saying the letters in each circle, حروفی که در هر مثلا دایره یا حلقه هست رو بگین. Ask and answer with a partner. بپرس و پاسخ بده همراه با یک پارتنر. Do you normally get in touch with your family or friends by phone, email or Facebook? آیا شما معمولا همراه با دوستان، فامیل و یا به اصطلاح آشناها خو با استفاده از فیسبوک، ایمیل و یا که تلفن در ارتباط هستین؟ کدام آپشن؟ Do you have an iPad or MP3 player? What kind? آیا کدام iPad یا MP3 player شما دارین؟ What kind? چه نوعی؟ Do you often watch DVDs? What kind? آیا شما معمولاً DVD تماشا میکنید؟ چه نوعی؟ Do you watch the BBC, CNN or MTV؟ آیا شما شبکه های BBC, CNN و یا MTV رو تماشا میکنید؟ Do you have any friends from the UK or the USA؟ آیا شما کدام دوستی از ایالات متحده، از ایالات متحده آمریکا و یا بریتانیای کبیر دارید؟ سوالاتی است که شما دو به دو با هم دیگه کار میکنید و اینها چنانچه که پاسخ دادم پاسخ ارائه میکنه.
Okay, so next in part 4 we have a spelling.